مسئله اصلی در تأمین منافع ملی اول به رسمیت شناختن مشکلاته ببینید وقتی اختلاف وجود داره در فهم منافع ملی بالاخره طبیعیه جریانات مختلفی تو کشور هستن و اینو اختلاف دارن در تعریف منافع ملی در فهم منافع ملی در مستاقهای تأمین منافع ملی تا اینجاش طبیعیه همه جای دنیا هست چی میتونه فصل الخطاب این اختلافات باشه طبیعتا گفتگویی که به تفاهم ختم بشه یا اگر امکان چنین گفتگویی نیست مثلا همه پرسی حالا ما الان درباره اون بخش گفتگوش میخوایم صحبت بکنیم میخوایم بگیم اگر بناست گفتگو ای صورت بگیره برای رسیدن به تفاهمی در تعریف منافع ملی مهمترین مانع این گفتگو اینه که یکی از اطراف گفتگو اصلا مشکل رو به رسمیت نشناسه نمونهش رو شما نگاه بکنید هر جایی که بحرانی اتفاق افتاد و کسانی که از همه سزاوارتر بودند به فهم این بحران و حل این بحران اون بحران رو به رسمیت نشناختند آقابتش ببینید چی شده در دوران حکومت پیشین میزان نقدهایی که به حکومت پهلوی میشد رو شما نگاه بکنید نوع واکنش حکومت پهلوی به نقدها رو ببینید به نظر میرسه اونقدر شنیده نمیشه و این بحران به رسمیت شناخته نمیشه تا روزی که رئیس مملکت میاد میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم میتونست به این نقطه نرسه یعنی میتونست بحران به رسمیت شناخته بشه میتونست اختلافات به رسمیت شناخته بشه تا به این نقطه نرسه اما رسید حالا برگردیم سر بحث خودمون در این کشور بعد از اختلافاتی که بر سر تعریف منافع ملی پیدا شد و دامنش وسیع شد کسانی اومدن و پیشنهاد آشتی ملی دادن پاسخ رئیس مملکت چی بود؟ گفت مگه ما قهریم با هم که آشتی کنیم مگه مردم با هم قهرن که آشتی کنن این رسانه های نزدیک به رهبری این تعریف رو به عنوان تحقیر آشتی ملی اومدن تکرار کردن به عنوان تمسخر آشتی ملی اومدن تکرار کردن ولی حقیقتش اینه که این تعبیر که مگه مردم با هم قهرن آشتی کنن نه تحقیر گفتگوی ملی و آشتی ملی است و نه تمسخرش این نادیده گرفتن بحرانه این به رسمیت نشناختن مسئله است و وقتی شما مسئله رو به رسمیت نمیشناسی طبیعتا باید منتظر راه رفته و آزموده همه کسانی باشید که پیش از شما مشکل و بحران رو به رسمیت نشناختن